سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 8:30 تهران، 7 شب به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر ابری واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر. در این شماره از تفسیر خبر می‌پردازیم به روابط جمهوری اسلامی و غرب، مشکلاتی که در این مسیر هست و مسیری که دولت حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، قصد پیمودن آن را دارد. آیا تضاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ریشه دار است و ریشه آن کجاست؟ این دوگانگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تا چه اندازه به زیان منافع ملی ایران است؟ و آیا همچنان غرب جمهوری اسلامی را حکومتی حامی تروریسم در منطقه و در سطح بین المللی می شناسد؟ پرسش ها بسیار است. در نیمه نخست برنامه پس از مدت ها طولانی با من و شما خواهند بود آقای مهرداد خانساری، کارشناس در عرصه سیاست بین الملل، کارشناس امور بین الملل و نیز مسائل خاورمیانه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دکتر مهرداد خانساری نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نامشون و دیدن چهرهشون نیست. در برنامه های مختلف تلویزیونی در دورهای مختلف تفسیر خبر نیز با من و شما بودند. قطعا در شبکه تلویزیونی رها نیز ایشون رو دیدید و به سخنان ایشون رو شنیدید. پس از مدت ها با من و شما هستند در تفسیر خبر. به نمایندگی از شما به آقای خانساری عزیز خوش آمد میگیم. سلام، آقای خانساری خوش آمدید. خیلی متشکرم جناب چالنگی، خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستم و درود به تمام همیهنان عزیزمون. با سپاس از شما. آقای خانساری گرامی، هنوز پیامدهای آنچه که آقای حسن روحانی در نیویورک مجمع عمومی گفت و در حاشیه اون در جریان هست. این سفر اخیر ایشون رو و هیئت همراهشون به نیویورک با سفر قبلی وقتی مقایسه میکنید، سفر سال پیشش چه نتیجه میگیرد؟ آیا گامی به پیش بوده برای بهبود روابط تهران و غرب، به ویژه آمریکا یا هر جای دیگه در غرب، یا نه در جا زدن یا یه جور پس روی؟ من فکر میکنم که به هر حال این دو سفر با هم اختلافات زیادی داشتن و این سفر دوم ادامه همون گام هایی بود که بر سفر اول میخواستن بردارن، منتهاش مسائل برای یعنی شرایط جوریست که پیشرفت در وضعیت فعلی خب خیلی سخت‌تر از اینه که شما یک کاری رو یا یک قدمی رو میخواین در یک راستایی قدم‌های ابتدایی رو بردارید، بعد اون قدم‌های ابتدایی که برداشته میشن اون وقت با اون مشکلات اساسی که رو در رو میشید پیشرفت در اون زمینه‌ها خب خیلی مشکل‌تره. و خب این سفر آقای روحانی، سفر دومش به نیویورک، خب به مراتب براش سخت‌تر بود تا اون سفر یک سال گذشته که یک مقدار جنبه تازگی داشت برای دنیا و برای مردم کشور ما. اینکه یک فردی بعد از 8 سال که آقای
احمدی نژاد یا آقای دکتر احمدی نژاد در نیویورک بودن، خب میدونی یک تازگی داشت و همه راغب بودن که با حسنیت خیلی بیشتری به گفتار و به اون رفتار آقای روحانی بخوان نگاه بکنن. این دفعه بعد از یک سال که به هر حال تجربه مذاکرات متعدد با ایشون در زمینه‌های مختلف بوده، خب اون مشکلاتی که بین ایران و غرب هست و اونهایی که حل نشدن، خب بدیهی است که پیشرفت در اون راستا سخت‌تره. ولی علل اصول من فکر میکنم که در نهایت سفر روحانی پیشرفت هایی درش وجود داشت که باید ببینیم آیا میتونن از اونها در ماهای آینده استفاده بکنن، به خصوص با توجه به اینکه این مذاکرات هسته‌ای یک تاریخ نهایی براش گذاشته شده که باید تا اون تاریخ به هر حال یک نتایجی حاصل بشه. و تمام تلاش آقای روحانی این بود که اون مومنتوم سال گذشته رو علی‌رغم مشکلاتی که هست بتونه حفظ بکنه. مومنتوم میشه برای برخی از بینندگان ما خود شما ترجمه. والا یعنی هنوز اون به اصطلاح اون گردش مثبتی که آغاز شده بود رو بتونه ادامه بده و در اصل به بن‌بست نیفتن، به جریان نخواد به عقب برگرده و نخوان که همه چیز رو، تمام دستاوردهایی که داشتن رو از دست بدن، بلکه در اصل با از اون دستاوردهای محدودی که به هر حال به دست اومده بودن بتونن زمینه رو برای پیشرفت در آینده مهیا بکنن. یعنی یه جوری مفهومش نزدیک به همون مفهومیه که ما در بختیاری استفاده میکنیم، که میگن هیچ تومی نداره، یعنی یه باتوم بود، مزه‌ای داشت، محتوایی داشت، حرفی داشت، کلامی داشت. خب اون بخش بختیاریشو جناب چالنگی شما باید برای من تفصیل. بله من توضیح دادم که من بیشتر شما کردم. مثل یه روزی در برنامه تفسیر خبر احمد رفعت عزیز، روزنامه‌نگار ارزشمند ما و از همکاران شما در رها و در عالم روزنامه‌نگاری، همه روزنامه‌نگاران هر جایی که هستن همکار هم هستن، هیچ فرقی میکنه. ایشون یک مثال قرایی به زبان فصیح ایتالیایی زدن که ما یک ترجمه بختیاری عامیانه‌شو داشتیم. این همون حساب کاکا برادر هست. البته مومنتوم خیلی فشرده تر. عرض کنم آقای خانساری گرامی، ببینید عملا سیاست خارجی ایران رو که فعلا جمهوری اسلامی یا دولت مردان این نظام تعیین میکنه، تعیین کننده کی هست؟ چون دیده میشه که وزیر خارجه نظام آقای ظریف با این خنده های همیشگی پایان ناپذیرش در این مجالس به دنبال این وزرای خارجه کشورهای دیگه میدو و یه کارهایی بکنه و یه مقبولیتی پیدا کنه، یه برحال به یه جایی میرسن در هر مسیر. بعد میبینی هیئت متوسلین به حضرت عباس در نارمک میان سینه میزنن و سر و صدا میکنن، تمام اون تصمیمات به باد میره. یعنی در این حد حتی نیروهای اصلا اثرگذار از کوچک و بزرگ کی هست تصمیم گیرنده اینا؟ ببینید آقای چرنگی، حقیقت این هستش که تصمیم گیرنده در ارتباط با اون مثلا، یعنی اون کسی که تعیین میکنه مسیر سیاست خارجی رو، الزامات و شرایطی است که امروز مملکت درش قرار گرفته و گریبانگیر کسانی شده که در مسند قدرت هستند. بله یه عده‌ای هستند که در کوچه و خیابون و نمیدونم بازار نارمک و اینور و اونور که سعی میکنن که این روندی رو که دولت روحانی در ظرف این یک سال گذشته از روی اجبار، یعنی با تاکید کرد، یعنی دلیل اینکه آقای روحانی اصلا انتخاب شد، دلیل این که بعد از 8 سال تجربیات احمدی نژاد و شرایط ناگواری که مملکت ما به لحاظ انزوای بین المللی درش قرار گرفته، که حالا این مسئله تحریم ها فقط یک بودشه که فوق العاده مهمه، ولی الزام و اینکه نیاز به اینکه یک رویکرد دیگری باید صورت بگیره، شرایطی رو فراهم آورد که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم با برخی از کارهایی که توسط آقای روحانی در این ایام صورت گرفته، علی‌رغم تمام اون
دیدگاه هایی که داره مخالفت نکرده. به طور مسلم آقای روحانی مثلا اگر پارسال با آقای اوباما در نیویورک مکالمه تلفنی داشت یا با نخست وزیر بریتانیا این بار ملاقات شخصی داشت، خب این نمیتونست که بدون موافقت و تایید مسئولین اصلی اون کسانی که به هر حال سیاست گذار در مملکت هستن باشه. و دلیل اینکه این اتفاق در این زمان رخ داد بیشتر از همه به لحاظ این است که وضعیت موجود برای حفظ سیستم موجود سخت شده و به همین جهته که تغییر مسیر دادن. لذا اون کسی که تعیین میکنه مسائلی هستن که در اصل به سرنوشت مملکت، به سرنوشت همین حاکمیت در شرایط کنونی مرتبطن. و اون افرادی هم که در حاشیه هارت و هورت میکنن به نظر من اونها جز اینکه در زن نقش پارازیت رو ایفا بکنن، نقش نهایی رو نمیتونن ایفا بکنن، مگر اینکه این مذاکرات پیش نره، مگر اینکه شرایط کاملا تغییر بکنه، که با توجه به اون ملاحظاتی که امروز هست خیلی بعید به نظر میرسه. دو نکته هست آقای خانساری عزیز در صحبتی که کردید مورد سوال. یکی اینکه رهبر جمهوری اسلامی خیلی بر این اعتقاد هستن که زیر فشار تحریم ها ناچار شده چون نرمشی رو که خودش اسمش نرمش قهرمانانه گذاشته، حالا به هر حال اینم ترمیست که ایشون استفاده کرده، بپذیره. این پرسش هستش که اون چی که شما گفتید رهبر جمهوری اسلامی با اون چی که آقای روحانی انجام میده موافقت کرد یا نادیده گرفت یا اجازه داد یا هر چی که هست، این زیر بار فشارهای تحریم بوده یا زیر فشارهای تحریم تا چند از این؟ 100% به نظر من این فشارهای تحریم نقش عمده‌ای رو داشته و فشارهای تحریم کماکان همون نقش رو داره. ببینید مسئله این هستش که آینده نظام و آینده مملکت در اصل اگر هر جور شما محاسب بکنید تا زمانی که تکلیف این تحریم ها روشن نشه و به نوعی این فشارها برداشته نشن خب خیلی خیلی تاریکه. و همین جهت هستش که یک رویکرد کاملا یعنی دیگری از سوی دولت 11 ما شاهدش هستیم. یعنی اینها در درون ایران به هر حال در درون همین نظام، در درون همین حاکمیت کسانی هستند که بر اساس تجربه‌ای که تو این 35 سال پیدا کردن یک درس‌هایی از روش‌های گذشته خودشون گرفتن و این تغییر رفتاری که ما شاهدش هستیم به لحاظ این هستش که دیدن که اون سیاست‌هایی که قبلا دنبال می‌کردن که هنوز خیلی از اونها به هر حال پروندهش بسته نشده. شما اگر به صحبت‌های آقای کامرون توجه بکنید در تمام زمینه‌هایی که میشه گفت برای جامعه غرب کلیدی بوده، یعنی اینکه ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بوده، اینکه ایران مثلا تروریسم بین‌المللی رو حمایت می‌کرده و یا ناقض حقوق بشر بوده، این پرونده‌ها از لحاظ غرب بسته نشدن. ولی حتی آمریکا به نظر میرسه که در واشنگتن این پرونده‌های حقوق بشر و اینها چندان مورد توجه نیست. من تصور نمی‌کنم که در آمریکا هم این پرونده تعطیل شده باشه یا بهش توجه نشه. به هر حال یکی از شکایات دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با آمریکا این هستش که کماکان در لیست کشورهایی که حامی تروریسم بین‌المللی هستن قرار داره، مذاکرات اتمی که حل نشده، مسئله حقوق بشر هم در گزارشات سالیانه وزارت خارجه همه ذکر میشن. مسئله ای که شاید تفاوت کرده این هستش که به لحاظ این که فرض کنیم مذاکرات اتمی امروز جریان دارن و هدف مقامات آمریکایی این هستش که این مذاکرات بتونه در یک جوی دوستانه پیش بره، یعنی یک حالت میشه گفتش که درگیری در این مذاکرات وجود نداشته باشه که کمتر تبلیغ
پیرامون مسائل دیگر که وجود دارن میکنن، ولی این دلیل اون نیستش که این مسائل وجود ندارن. و یکی از نکات خیلی جالب این هستش که مثلا موقعی که آقای کامرون بعد از اینکه با آقای روحانی ملاقات کرد و به این نکات اشاره کرد، خب این باعث شد که در درون ایران سر صدای زیادی بشه. خود آقای روحانی هم حتی اعتراض بکنه، برای اینکه اینا فکر میکنن که اگر شما مثلا با یک عده‌ای وارد مذاکره میشید، یک سلسله مسائلی که برای اونها مطرحه صرفا به لحاظ اینکه یک ملاقاتی صورت گرفته اینها از بین میرن یا نادیده گرفته میشن، که اصلا این همچین چیزی به هر حال نبوده و نیست، و این شامل حال هم اروپاست و هم آمریکا. آقای خانسالی، نکته دومی که در صحبت‌های پیشینتون بود، این نکته است، به احمدی نژاد اشاره کردین و اینکه باعث انزوا شده. انصاف حکم میکنه که این پرسش مطرح بشه که واقعا احمدی نژاد یا انزوای ایران با اقدامات در پی انقلاب بود که آغاز شد و این انزوا هرچه تنگتر و تنگتر شد، حلقه انزوا با اقداماتی مثل گروگانگیری در سفارت، حمایت از تروریسم، قتل‌هایی که این ور اون ور دنیا در حوزه امنیتی اروپا انجام دادن، چه در لندن و چه در فرانسه و چه کشورهای دیگه. نه، تردید نیست آقای چالنگی که با روی کار آمدن به اصطلاح حکومت اسلامی در ایران و سیاست هایی که توسط مسئولین حکومت از همون ابتدا اعمال شد، زمینه برای انزوای سیاسی ایران در جهان، انزوای ایران در جهان همین خورده خورده جلو رفت و هر روز بدتر و بدتر و بدتر شد. ولی در زمان احمدی نژاد دیگه واقعا در این 8 سال آخر به یک ابعاد تازه‌ای رسید که وضع رو طوری وخیم کرد که همین شرایطی که ما در یک سال گذشته این روی کرده تازه رو مشاهدشیم که در اصل داره سعی میکنه یه مقداری به اصطلاح اون اقدامات قبلی رو به نوعی بخواد جبران بکنه و یک راه و روش دیگری رو با دنیا بخواد در پیش بگیره، ولی با احمدی نژاد به طور مسلم شروع نشد، همونطور که تو اشاره کردید. بله مرداد عزیزم، خود شما هم اشاره کردین که به طور مسلم آنچه که روحانی انجام داد در نیویورک یا جاهای دیگه بدون موافقت و صحبت‌های یا تایید رهبر نظام نبوده، نظام فقیه، درست؟ در دوره احمدی نژاد هم همین بود، یعنی در واقع آنچه که در اون دوره و پیش از احمدی نژاد و پس از احمدی نژاد بوده به بیت رهبری برمیگرده به نحوی. اونم تردیدی در یعنی در واقع این بالا و پایین شدن هر چی که هست، نرمش قهرمانانه، بعد هر چی که هست. ببینید جناب چالنگی، این کاملا، اینم یک به اصطلاح کاملا برداشت درستیه، برمیگرده رو اینکه مثلا خیلی ها مقایسه میکنن، میگن که خب این اعمالی که ما از آقای روحانی میبینیم خیلی شبیه اون چیزایی است که مثلا در زمان آقای خاتمی هم به نوعی مطرح میشد که هیچ کدوم اونها اجرا نشد و نتیجه حاصل نشد. مسئله اساسی این هستش که گزینه هایی که در برای رهبر جمهوری اسلامی در گذشته مهیا بود، امروز اونها مهیا نیستن. مثلا اگر شما مقایسه بکنید وضعیت دوران آقای خاتمی رو با دوران آقای روحانی، در زمانی که آقای خاتمی بعد از دوم خرداد روی کار اومد، گزینه هایی که رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد راه و روش دیگری رو در پیش بگیره خیلی بیشتر بود. این تحریم ها نبود، انزوای ایران در عرصه بین المللی به این میزانی که بعد از 8 سال احمدی نژاد شرایطی که فراهم آورده بود به هیچ وجه اونجوری نبود. اقتصاد مملکت ما اینطور ورشکسته، بیکاری، تورم، تمام مشکلاتی که امروز در جامعه ما مشاهده میشه شرایط رو طوری کرده که دست مسئولین خب بدیهیست بسته تر شده، و کسانی که اجباراً، یعنی کسانی که یک خواسته های دیگه احیانا دارن یا سیاست های دیگه رو دنبال میکردن، امروز اجباراً ناچارن که تن به راه و روشی بدن که با اون راه و روشی که قبلا طی کردن متفاوته، و این خب این متاسفانه یه حقیقتیه. همه این سرنخام به بیت رهبری در مورد سیاست خارجی. به هر حال
سیاست خارجی ایران همیشه جزو حیطه‌هایی که مسئولیت نهاییش و اون تعیین مسیرش با رهبر جمهوری اسلامی بوده یک امریست که خب خود مقامات در ایران همیشه پیرامون اون تبلیغ کردن. حالا اگر این تعریف تعبیر شما درباره ایران حتی پیش از انقلاب هم برگرده که همیشه سیاست خارجی ایران چنین بوده، یک پرسش من دارم. مهداد خانساری عزیز با تجربه و کارشناسی که داره پاسخ روشنی برای ما خواهند داشت. اینکه در تاریخ معاصر ایران، ببینید الان در ایران هر چی که گفته میشه، همین دولت حسن روحانی از زمانی که اومد، میگیم مسائل آلودگی هوا هست، مسائل مواد خوراکی آلوده هست و صدها مسئله ریز و درشت که بینندگان ما در جریان هستن، ربطش میدن به تحریم ها، ربطش میدن به وضعیت خارجی، محاصره اقتصادی، هر چی که هست به شکلهای مختلف، جنگ علیه اسلام هست، غرب نمیخواد یا ما پیشرفت کنیم و بنابراین ما رو محاصره اقتصادی کردن، تحریم ها و همه این مسئله. خب پرسش اینه، آیا شما تا به حال دوره ای رو به این شدت سراغ دارین که حل مسائل داخلی مردم، حل مسائل مربوط به سفره مردم وابسته به سیاست خارجی کشور شده باشه؟ نه بدیهیست که جواب ساده به این سوال شما منفیه. شرایط طوری است که تا زمانی که این مسئله بحران اتمی حل نشه، این تحریم ها برداشته نشن، دولت 11 یا هر دولتی که بعدش بیاد یا هر دولت دیگری اصلا امکان این که بتونه به این نکات عدیده‌ای که شما به برخی از اونها اشاره کردید توجه بکنه رو نداره. امروز مملکت ما ورشکسته، اقتصاد ما از پای در اومده، تولید نفت ما 1/4، یعنی فروش نفت ما 1/4 اون چیزیست که در مثلا چند سال پیش بوده. مملکت ما احتیاج به درآمد داره، احتیاج به این داره که بتونه اقتصادش رو پویا بکنه، بتونه اشتغال ایجاد بکنه، بتونه تورم رو مهار بکنه. هیچ کدوم از اینها قبل از اینکه بتونید شما این کارا رو بکنید که میتونید به نمیدونم به محیط زیست و به تمام اون نکات دیگه که شما اشاره کردید برسید، همه اینها در گروه این هستن که آیا در تاریخ 24 نوامبر دولت ما میتونه به یک نتیجه با قبل روی مرحله هسته‌ای برسه که زمینه برای برداشتن تحریما آماده بشه. و برداشتن تحریما هم یک چیز آنی نخواهد بود، ولی هیچ امیدی به نظر من برای بهبود اوضاع اقتصادی مملکت و ایجاد شرایطی که اقتصاد ما بتونه از این وضعیت در بیاد تا زمانی که این تحریم ها به نوعی برداشته نشه وجود نداره. یعنی به یک معنی و تعبیر ساده و کوتاه اگه بخوام بگیم، این وابسته کردن اقتصاد و بقیه مسائل کشور هست به سیاست خارجی و خارج. بدون تردید سیاست خارجی به این فرمی که مسائل خلاصه شدن در این که آیا پرونده هسته‌ای ما به نتیجه میرسه یا نه، به نظر من تعیین کننده سرنوشتی است که سعادت و آینده نسل‌های بعدی ایرانی متاسفانه به اون به اصطلاح به اون بستگی پیدا کرده. سپاسگزار هستیم آقای مهرداد خانساری که یکی دو روزی پس از تولد، سالگرد تولدشون با من و شما بودند. مهرداد دوست دیرینه و گرامی که تولد به تولد خوشبختانه تندرستر و شادابتر و جوانتر به نظر میاد. خیلی متشکرم. مطمئنم بینندگان ما در تبریک تولد و خجستباد تولد شما با من سعی است. خیلی متشکرم از لطفتون و با امید دیدار آینده. با سپاس. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا با من و شما خواهند بود آقای پرویز دستمالچی در ادامه برنامه، و پس از ایشون گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت با سخنگوی آقای کاظمینی بروجردی به مناسبت خبری که منتشر شده انتقال ایشون به سلول انفرادی و خطر اعدام. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
من و شما هستن در آلمان. آقای پرویز دستمالچی عزیز، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر تاریخی، پژوهشگر سیاسی در عرصه تاریخ، که در برنامه های دیگه نیز با من و شما بودن، نیاز به معرفی بیشتری ندارند. چندین کتاب از ایشون منتشر شده، از جمله درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی. سلام به شما آقای دستمالچی گرامی و عزیز. آقای چالنگی، با درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون. آقای دستمالچی، بحث ما در نمین اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود و غرب و چه مشکلاتی در این مسیر هست. از دید شما میپرسیم که چگونه میبینید این عرصه رو، عرصه روابط جمهوری اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در کل، یا بالعکس اتحادیه اروپا در این مرحله بیش از یک سال پس از حسن روحانی چه نگاهی به جمهوری اسلامی داره؟ ببینید، جمهوری اسلامی اصولا به خاطر محتوایی رو که داره، به خاطر نگاه ایدئولوژیکی رو که به حکومت اسلامی و همچنین جهان داره و یه خواهان یک حکومت امت امامتی یا ولایت فقیه هست و میخواد مجموعه جهان رو تبدیل بکنه به امت جهانی حکومت واحد شیعه ایران، این نگاهش از نظر راه بردی و استراتژیک به غرب و حالا غرب فرق نمیکنه، به اروپا و یا امریکا و یا استرالیا، اصولا نگاه منفی است، اصولا نگاهی است که اون رو دشمن میبینه، برای اینکه ارزش‌های این جوامع با ارزش‌های حکومت اسلامی همخوانی نداره و میترسه از این فرهنگ غربی که 35 سال هم هست باهاش داره مبارزه میکنه. ابتدای جریان اونها مجموعه غرب رو هدف گرفته بودن، براشون فرق نمیکرد اروپا و امریکا، بعدن اومدن سیاستشون رو یه مقداری تغییر دادن، به این معنا که فکر میکردن در کشورهای غربی یک شکافی بندازن، به این معنا که از طریق نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و امتیاز دادن به اروپا بتوانن اروپا رو به طرف خودشون بکشن و در برابر امریکا بیستن، و بعد از مدتی که این کارو کردن متوجه شدن که اروپا در نهایت در کنار ایالات متحده امریکا ایستاده و اروپا نمیتواند، ممکنه در بخش های کوچکی در تجارت و غیره امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدهد، بتونه با اون همکاری بکنه، ولی در سیاست های کلان در کنار امریکا ایستاده و نمیتونه بدون مسئله امریکا سیاست مستقلی رو که در برابر امریکا ایستاده باشه انجام بده. این صحبتی است که آقای حسین موسویان که سفیر جمهوری اسلامی تا 15 سال پیش حدوداً تا سال 1997 در آلمان بودند، بعد از اینکه به امریکا به ایران برگشتن در اونجا یک کتابی نوشتن و در این زمینه همین مسئله رو مطرح کردن که این سیاستی که ما فکر بکنیم که می توانیم اروپا رو به طرف خودمون بکشیم و همراه اروپا در برابر امریکا بستیم غلطه. کاری رو که الان جمهوری اسلامی میکنه عملا به طرف کشورهای غیر دموکراتیک همچنان روسیه و چین و غیره غلطیده و کوشش میکنه با از طریق نزدیکی با اونها در برابر اروپا و امریکا بیست. خیلی مختصر در پرانتز، چون مربوط به بحثمون نیست، اسم به میون آوردین، آقای موسویان اسم بودید، همون کسی است که در ارتباط با عملیات تروریستی میکنوس هم نقش داشته دیگه. ببینید، بنابر آنچه که شاهد معروف به آقای ابوالقاسم مصباحی، مقام عالی رتبه وزارت اطلاعات و امنیت که بعداً معروف شد به شاهد سی به معنای ABC، اون چیزی که ایشون در دادگاه بیان داشت و همچنین روزنامه ها از جمله روزنامه بسیار معتبر و معروف تاگز شپیگل در، اگر اشتباه نکنم، ماه ژانویه 1996 منتشر کرد، در اونجا گفتش که آقای، اولا که مجموعه کنسولگری های ایران
و همچنین سفارت ایران در آلمان نه تنها در امر پایه‌های و پایگاه‌های ترور مخالفان در خارج از کشور هستند، بلکه آقای موسویان هم در این جریانات دخالت داشته و اگر انکار میکنه بیاد دادگاه و من این رو اثبات کنم. من شرکت دادگاه میکنوس در آلمان آقای پرویز دستمالچی نیز بودند در دادگاه میکنوس، یعنی مربوط به اون قتلی است که در رستوران میکنوس انجام شد. دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، دبیر کل وقت آقای شرفکندی و چند تن از همراهانشون هدف گلوله قرار گرفتن، تروریست های اعزامی جمهوری اسلامی که آقای شرفکندی و دو نفر دیگه، درست میگم آقای دکتر شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب در آلمان و نوری دهکردی از رهبران و فعالان جنبش چپ ایران در برلین، این چهار نفر به قتل رسیدن. بله، در واقع سه نفر از همراهان ایشون، و گفته شد که آقای موسویان هم در طراحی و حمایت پیش بردن این طرح ترور نقش داشته. بعدها آقای موسویان به آمریکا اومد و یکی از دانشگاه‌های اینجا به ایشون بورس داد، بورس مطالعاتی، و که اون موقع هم در مطبوع و رسانه‌های اینجا هم مطرح شد. اما آقای دستمالچی گرامی، ببینید خیلی‌ها بر این عقیده هستن، یعنی بر این نظر هستن مبتنی بر واقعیت‌های گذشته، اینکه اروپا تا زمانی که توان مالی داشت ایران زیر حکومت جمهوری اسلامی، روابطش با این حکومت متناسب بود، تا جایی که آلمان بالاترین میزان معاملات بازرگانی رو با ایران داشت در میان کشورهای اروپایی. بعدها فرانسه هم پیوست، پیش از اینها، پیش از فرانسه ایتالیا بود، تا جایی پیش رفتن که حتی وزرای خارجه آلمان و فرانسه رو به سمت آیت الله هم از سوی منتقدان منصوب شد، و بعدها که دیگه کم کم کیسه ته کشید، هم اون ور به التماس افتاد، به نرمش قهرمانانه افتاد، و هم این ور هم دیدن که سود چندانی دیگه نداره. اون طرف هم کشورهای عرب پولدار هست، بنابراین دیگه یک مقدار فاصله گرفتن. اینطور نیست؟ ببینید، حرف شما درسته. اصولا سیاست خارجی کشورهای مختلف، نه تنها اروپا و امریکا، تمام دنیا تقریبا، البته از اگر که از کشورهای بسیار ایدئولوژیک یک سوی عین جمهوری اسلامی و یا مثلا طالبان و امثال هم بگذریم، اینا بر اساس منافع ملیشون عمل میکنن و یکی از محورهای اساسی منافع ملی مسئله اقتصاد و روابط تجاری و اقتصادیه که میلیونها و یا میلیاردها برای این کشورها سود داره. این که مسئله حقوق بشر اینجا اونجا مطرح میشه، این به این معنا نیست که اینها اصولا بیاین و سیاست خارجی رو بر اساس اخلاق و اتیک و یا مسئله نقض حقوق بشر در ایران بنا بکنن و از سودهای سرشار اقتصادی و غیره چشم‌پوشی کنن. به همین دلیل من همواره گفتم مسئله حقوق بشر در درون در ایران مسئله اپوزیسیون و ملت ایرانه، و اگر که ما سازماندهی لازم رو برای این کار نکنیم، اگر که ما در درون و بیرون ایران فشار لازم رو برای گرفتن حقوق ملت ایران نیاریم و نتوانیم از طریق سازماندهی نهادهای گوناگون در درون ایران جنبشی به وجود بیاریم که فشار بیاره روی حکومتگران تا دست از نقض حقوق بشر شهروندان ایران برداره، این مسئله از طریق خارج به اون ترتیب حل نخواهد شد. اینجا و اونجا فشارهایی خواهد اومد و این فشارها به مجردی که ثمر بده بر اساس منافع ملی این کشور، حالا اینو چگونه تعریف میکنن متفاوته، بعد از اون دیگه دست خواهند کشید و حد اکثر یه جنبه نمادین پیدا میکنه که مثلا
در این ملاقات یا اون ملاقات چیزی هم گفته باشن، وگرنه اساس مسئله رو دست نخواهد. خب آقای دستمانچی، ببینید یه تجربه‌ای هم وجود داره برای بسیاری از ایرانی ها. وقتی به گذشته برمیگردن دیگه، دست کم به همون انقلاب اسلامی و یکی دو سال پیش از اون، میبینن که برخلاف الان غرب بسیار به حقوق بشر در ایران اهمیت میداد و خود شما در جریان هستید که هر روز روز به هر حال در مطبوعات اروپا، هم از انگلیسی زبان، فرانسوی، آلمانی زبان، ایتالیایی زبان و زبانهای دیگه رایج در اروپا، علیه حکومت وقت، نظام وقت، مطالب و تلویزیون ها و رادیو ها داشتن. اروپا از سه فعالیت کنفدراسیون دانشجوی ایران بود، فعالترین تشکیلات سیاسی ایران، و هر شنبه یک شنبه در یک از این کشورها تظاهراتی بود علیه حکومت وقت. اغراق‌هایی که در آمار زندانیان سیاسی، شکنجه و در مورد فقر در ایران میشد در اون زمان، الان آدم نگاه میکنه، خب همون بعدها هم آدم نگاه میکنه، در واقع تعجب برانگیز بود، بی اساس بود بسیارش. نه اینکه اشکالی نبود، بود، وجود داشت، منتها نه به اون شکلی که در غرب بازتاب پیدا میکرد. خیلی خوب معتقدن چون نفت ایران تصمیم گرفته شد شاه ایران نفت رو گرم کنه، چون این کردن و مسائل دیگه. خب اینا رو میبینن، به یاد دارن مردم و به یاد دارن که آقای خمینی از نجف میاد در پاریس، فرانسه، نوفلوشاتو زیر نورافکنهای رسانه های غرب و به سبک قدیم یک شمس الوزیر و قمر الوزیر و این نام کنارش سبز میشن، به سخنگوهای متعدد پیدا میکنه، مهمترینشون آقای ابراهیم یزدی، از ناکجا آبادی میپرن وسط عرصه تاریخ ایران. اینها رو دیدم و میبینم با سلام و صلواتم آقای خمینی به ایران وارد میشه. وقتی اینها رو میبینن چطور میتونن توقع داشته باشید شما که مسئله حل مسائل ایران فقط و فقط به داخل وابسته هست، به یک معنا دست حمایت حکومت‌های خارجی مثلا پشت این حکومت نیست. مثلا در جنبش سبز شما دیدید مردم صراحتا فریاد زدن او با ما، یا با ما یا با اونا. اعمال نفوذ کشورهای خارجی روی ایران هست. ببینید همین الان مثلا نقش، فرض کنید که روسیه رو در رابطه با ایران و یا بخشی از نیروهای داخل ایران رو که عملا از سیاست‌های روسیه پشتیبانی می‌کنن و خواهان نزدیکی جمهوری اسلامی به روسیه هستن، و یا موقعی که پوتین مسئله جمهوری اسلامی رو به زبان جمهوری اسلامی، خط قرمز محدوده نفوذ غرب مطرح میکنه، خب معلومه که یه همچین پشتیبانی چین و یا روسیه از جمهوری اسلامی در روابط و مناسبات بین المللی و در تغییرات نقش بازی میکنه. همچنان که شما در شرق اوکراین این مسئله رو میبینید، همچنان که شما در شرط فعلی در بویژه سوریه این مسئله رو میبینید، و یا قبل از تغییراتی که در لیبی افتاد و اینها. اما با وجود اینها، اگر درست این تمایل ها، خواست ها و غیره هست، ولی اگر ملتی به پا نخیزه و خواهان حقوق خودش نباشه، در نهایت به تغییرات لازم نخواهد انجامید، و حکومتگران همواره بلدن با امتیازاتی رو که به کشورهای غربی میدن، و اونها هم یه بخشی از سیاستشون برای گرفتن امتیازات هست، با اونها کنار بیان. حالا این امتیازات میتواند اقتصادی مالی باشد، میتواند مربوط به سیاستهای منطقه باشد و یا غیره. به همین دلیل این مسئله فاکتور داخلی رو من تایید و تاکید بیشتر میکنم، چون اون تعیین کننده است. موقعی که اون به حرکت در بیاد،
بعد می توان در واقع از کشورهای بیرونی کمک معنوی گرفت. و در حال حاضر همین الان که من و شما صحبت میکنیم، در روزهای اخیر هم اتفاقاتی افتاده مثل روزهای پیش از اون. باز شما میبینید انسانهای اعدام شدن، مثل محسن امیر اصلانی به خاطر نوع اندیشه فکری که کرده، تعبیر و تفسیری که داشته از یکی از سوره های قرآن. الان گفته میشه که آقای کاظمنی بروجردی روحانی خواستار جدایی دین از حکومت، خطر اعدام تهدیدش میکنه. دختر ایرانی ریحانه جباری خطر اعدام تهدیدش میکنه، در به اتهام قتلی که گفته میشه یه ناشی از یک درگیری داخلی میان ماموران وزارت اطلاعات بوده و موارد بسیار دیگه. بسیار دیگه. غرب کجا ایستاده؟ افکار عمومی غرب کجا ایستاده؟ افکاری که مؤثر هستن و تاثیرگذار روی انتخاب آدم ها، فرستادن آدم ها به مجلس، تعیین دولت و بقیه. ببینید غرب به هر حال از اونجایی که با سیاست های جمهوری اسلامی مخالفه، در این زمینه ها یک اعتراضی میکنه، ولی این اعتراضات به ندرت نتیجه داده. اعتراضات بیشتر جنبه نمادین داره و اینها منتهی به تغییرات اساسی در جامعه ایران نشده. حتی از یک سال پیش که آقای روحانی اومدن و قولهای بسیاری در زمینه حقوق شهروندی دادن، اینها من هیچ گونه امیدی به این که این قول و قرارها، آنچه که در انتخابات گفتند و به خصوص در 3 ماه اول دوره ریاست جمهوریشون نداشتن، و روند 1 سال گذشته هم نشون داد که در زمینه های تازه نه چندان مهم، بلکه فعلا نقض حقوق بشر و یا اعدام ها در زمینه ما الان در حدود طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، ما 58 خبرنگار و روزنامه زندانی داریم در شرط فعلی در جمهوری اسلامی، که 28 داشت محصول همین 1 سال گذشته هستند، و یا میزان اعدام ها در 1 سال گذشته به مراتب بیشتر شده از میزان متوسط اعدام ها در سال ها و یا غیره. یعنی ما در اون زمین ها هیچ نوع پیشرفتی نداشتیم، موفقیتی نداشتیم. آنچه که مطرح شده 1% شعار مونده، و آنچه که در از طرف کشورهای اروپایی و یا امریکایی هم اعتراضاتی که شده جنبه نمادین داره و ما رو به نتیجه نرسونده. میدونید که رئیس قوه قضاییه میاد رسما میگه که ما اصلا حقوق بشر رو اصلا قبول نداریم، این چیزا چیزای غربیه. سپاسگزار هستیم آقای پرویز دستمالچی عزیز. سپاس بسیار از شما و با امید به اینکه در برنامه‌های آینده با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. منم از شما بسیار سپاسگزارم. پی می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگه با من و شما خواهند بود خانم مریم مؤذن‌زاده، سخنگوی آقای کاظمنی بروجردی، از سخنگویان آقای کاظمنی بروجردی در خارج از ایران اروپا. تا لحظاتی دیگر. همونطور که در خبرها احتمالاً شنیده اید، آقای کاظمنی بروجردی، روحانی زندانی، روحانی که خواستار جدایی دین از حکومت هست، تهدید به اعدام شد. خبری که برخی رسانه‌های مربوط به حقوق بشر منتشر کردند گواهی میده که ایشون به زندان یا بندی منتقل شدند که معمولاً اعدامی‌ها رو به اونجا منتقل میکنند، که تعدادشان هم
کم نیست در جمهوری ولایت فقیه. نماینده ایشون آقای کاظم‌نیا بروجردی در خارج از کشور با ما هستند، خانم مریم معزن‌زاده. سلام به شما. سلام و درود به شما جناب چالنگی عزیز و همچنین همکارانتون در استودیو لندن و سلام و درود به تمام هموطنان عزیزم. خانم معزن‌زاده، تا چند از این خبر دقیق هست تایید میشه انتقال آقای بروجردی به چنین بندی؟ ببینید آقای چالنگی، طبق تماسی که مستقیم ما از ایران داشتیم و اطلاعاتی که گرفتیم، آقای کاظم‌نیا بروجردی رو صبح روز چهارشنبه یعنی دیروز اومدن به حالت یک گارد ویژه و اسکورت نظامی با دستبند، بهشون گفتن که حالا شفاهن این حرف رو زدن، یک نفر هم بوده همراه اون گارد. امروز من دوباره پرسجو کردم، اون از اجرای احکام زندان بوده اون شخص و گفته که من اومدم حکم تو رو شفاهی بگم، بعد اعدام میشی، ولی تا موقع تلفن و ملاقات تو ممنوعه و ایشون رو به این شکل میبرن از زندان. همبندان ایشون تماس میگیرن و میگن که ایشون رو بردن و خانواده خیلی شوکه شده بودن. گرچه هفته گذشته دادستان، همونجوری که من در مصاحبه قبلیم گفتم، دادستان دادگاه ویژه روحانیت آقای موحدی، یا به نام آقای موحد هم گفته میشه، ایشون اومدن و به آقای کاظم‌نیا بروجردی اعلام کردن که کیفرخواست دادن در مورد اعدام ایشون و میخوان ایشون رو اعدام کنن. 8 روز بعد میان این صحبت رو میکنن و شفاهی میان حکم صادر شده و تو رو برای اجرای حکم داریم. این کلمه بوده که واقعا گفته شده. از اون موقع تا حالا تلفن ایشون قطعه و ما نمیدونیم کدوم بند بردن یا کجا بردن، چون به حالت ویژه هم بردن، ما احتمال میدونیم بیرون برده باشن از زندان. بله، بعضی از خبرها بود که گفتن به بخشی بردن که معمولا اعدامی ها رو میبرن. تایید شده یا نشده هنوز ما خبرهای چندان بیشتر و موثق‌تری نداریم، اما آیا اولین بار هست که چون این تهدید متوجه ایشون میشه یا اینکه نه پیشتر هم گفتن؟ نه خیر، تهدید که یک بار از کم هفته پیش این تهدید رو کردن، یعنی دادستان با وجودی که اومده بود ما اطلاع رسانی کردیم که چی گفته دادستان، ولی خب اغلب افراد میگفتن یه تهدیدی بیش نیست. 8 روز بعد میاد این اجرا میشه به این شکل و باز هم هنوز خیلی از رسانه ها و حتی مدافعین حقوق بشر تعجب کرده و شوکه هستن، به خاطر اینکه حکم آقای کاظم‌نیا بروجردی 11 سال حبس بوده و هرگز به جز اون روزای اولی که ایشون رو گرفته بودن و دادخواست و کیفرخواست اعدام داشتن به همراه 15 نفر دیگه و بعد به وسیله فعالیت های امنستی اون برطرف شد و تبدیل شد به 11 سال حکم 11 سال حبس، به جز اون دیگه هرگز سخن نبود و حکم قطعی ایشون 11 سال حبس بوده. ولی الان فقط اولین بار هم که شد که دادستان روز اول مهر اومد این حرف رو زد به مناسبت تفسیر نادرست از قرآن و صحبت‌های ایشون و کتاب ایشون، این اتهام جدید رو بستن و هیچ دادگاهی تشکیل نشده برای ایشون و حکمی صادر برای ایشون به طور کتبی ندادن، ولی اومدن یه دفعه یا این حکم شفاهی آقای کاظم‌نیا رو بردن. خب ببینید خانم معزن‌زاده، چه جای تعجب هست وقتی که میبینید که این حکومت بیش از 3000 نفر رو در دهه 60 که دوران محکومیتشون رو میگذروندن اعدام کرد، کشتار جمعی دهه 60 در زندان‌های مختلف و بعداً یکی از کسانی که عامل و عمل کننده این اعدام‌ها بود آقای پور محمدی، الان وزیر دادگستری همین دولت آقای روحانی است. بله. جای تعجبی شاید نباشه. جای تعجب شاید اینجا باشه که یک حکومت در پی اعدام‌های بسیار از 23 بهمن ماه بر پشت بام مدرسه علوی تا کشتارهای دهه 50 تا کشتارهای دهه 60 از همه روندهای سیاسی و مذهبی و دینی کشتار در میون حتی خارج از کشور، اما به کجا رسیده؟ قتل محسن امیر سیافی یا
محسن اعدام حسن. احتمالی آقای بروجردی به کجا خواهد برد این حکومت رو؟ چه چیزی رو تأمین خواهد کرد؟ اینها شاید به آقای دنبال این نباشن که به جایی برسن جناب چالنگی، فقط میخوان جو خفقان و خشونت و وحشیگری خودشون رو اعمال بکنن و سرکوب ایجاد بکنن، چون رژیم های دیکتاتوری و توتالیته، من وقت زیادی چون نمیخوام ازتون بگیرم، به طور کلی فقط عرض میکنم دنبال این هستن که سرکوب کنن و صدایی نباشه، تک صدایی. دقیقا عنوان کردن که فقط صدای یک نفر باشه. شما مخالف رهبری حرف زدی، باید بمیری تا این حد. ولی من تعجب نکردم از رفتار این حکومت، چون میدونیم همیشه و دیدیم، منتها فعالین حقوق بشر عزیز ما در خارج از کشور و رسانه های گرامی ما دارن تعجب میکنن و حاضر به اطلاع رسانی نیستن. من از همگی از همینجا خواهش میکنم به خاطر وجدان خودتون این اطلاع رسانی رو انجام بدید. این یک خطر جدی هست برای آقای کاظمینی بروجردی. خواهش میکنم با اطلاع رسانی به موقع، با عکس العمل به موقع، یک نفر رو از مرگ نجات بدید. برای خطاب شما به رسانه‌های سوئد که مایل نیستن و امیدواریم چون کنند میشنویم. البته اون که اشاره کردید دیکتاتوری ها با ارعاب هست که میخوان ادامه بدن، باز هم این یه تجربه است که کدام دیکتاتوری در جهان با سرکوب و ارعاب تونسته برای همیشه یا حتی طولانی مدت دوام بیاره. از این هم نیاموختن، خواهند آموخت، در آینده باید دید. دختر آقای کاظمنی بروجردی، روحانی خواستار جدای دین از حکومت، محیا کاظمنی بروجردی، پیامی در همین زمینه داره، میشنویم و میبینیم. سلام، من محیا کاظمنی بروجردی هم، دختر آیت الله سید حسین کاظمنی بروجردی. امروز چهارشنبه 9 مهر 93 است. پدرم از زندان اوین تماس گرفت خونمون، گفتش ملاقات ها و تلفن های من رو قطع کردم. تلفن های ملاقات های کسی رو قطع میکنن که میخوان اعدامش کنن. همون لحظه تلفن قطع شد و مادرم رو به اورژانس بردیم. حالا ما باید چیکار کنیم؟ به کی پناه ببریم؟ کسی صدای ما رو میشنوه؟ بعد من خواهرم به دادگاه ویژه روحانیت که در زعفرانیه هست رفتیم. اونجا اصلا ما رو راه ندادن، هیچکس حتی جواب بمونو نداد، که یه دفعه حال خواهرم بد شد و به زور و سختگیری ما رو راه دادن. اونجا روی میز دادستان کل کتاب پدرم بود. گفت به خاطر این کتاب که مخالف نظر رهبری و حکومت جمهوری اسلامیه، پدرت مرتده و حکم مرتد براش اجرا میشه. خانم معزن زده، حدود 1 دقیقه وقته، از شما میشنویم. من خیلی تشکر میکنم از شما جناب چالنگی که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و همکاران عزیزتون. باز هم خواهش که دارم از سمت خانواده ایشون هست که من تماس داشتم باهاشون، بسیار ناراحتن. خانم آقای بروجردی بعد از شنیدن این خبر شوکه میشه و به بیمارستان منتقل میشه. تا بعد از ظهر ایشون در اورژانس بوده، حالش انقدر بد بوده. من تماس داشتم با خانوادهشون، دختراشون، اونا گریه میکردن و هم اصلا بهت‌زده شده بودن که ناگهان چرا این کار رو کرده رژیم. همینطور که عرض کردم خدمتتون، از همه وجدانهای بیدار، حالا چه رسانه ها چه غیر، مردم عزیزمون خواهش میکنم به این خانواده توجه کنن. اونها رفته بودن یک روز تمام دم دادگاه ویژه روحانیت و سعی میکردن خبری از عزیزشون بگیرن. یک عده از عزیزان رفتن و همکاری کردن، همدلی کردن، کمکشون کردن، ازشون ممنونیم. امیدواریم که این خانواده رو تنها نگذارن و صدای اونها رو به گوش همه برسونن و کمکشون کنن تا اونجایی که میتونن. هر کس که میتونه به هر نوعی، چه داخل ایران چه خارج ایران، ازش خواهش میکنم. خیلی متشکر و سپاس از همیشون. امیدواریم همه خانواده های زندانیان سیاسی دور از غم روزی عزیزان خودشونو در میون خودشون داشته باشن و در ایران و هیچ کجای جهان کسی به خاطر اندیشه و افکارش به زندان نره. با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، آقای کاظمنی بروجردی و همه کسانی که به خاطر اندیشه و افکارشون در زندان است. سپاسگزار هستیم خانم مریم معزنزاده عزیز. به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز،
سند و سبلان آسماری، کوهساران زگرس تفتان، الوند کوه، دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.